شب همتون به خیر باشه موضوع این لایف هست قضاوت و تهمت خب قبل از که شروع کنم تو استوری هم گفتم این لایف من طرف صحبتم هم هموطنهای عزیزمه عزیزانی که خودشون انسان مینامند و با هر صورت ما چند ساله هست که داریم با همدیگه دیگه گذران میکنیم و شما بنده رو تحمل میکنیم کاری هم با مزدوران ندارم اصلا باشون هم صحبتی فعلا ندارم صحبت توی رادیو مسقال هر روز هست الان با هموطنان هم دارم صحبت میکنم میتونیم به بخوابید کاری هم باتونن. این لایو هم یه مقدار با لایو های دیگه فرق داره چون این لایو من میخوام اسم چند نفر رو ببرم من هیچ وقت اسم کسی رو نمیبردم ولی الان میخوام ببرم Uh, چرا دارم صحبت میکنم برای اینکه یک سری بلا به سر خودم اومده با خودم اون زمانی که این بلاها به سرم میومد عهد کردم که اگر همین بلاها به سر دیگران اومد من سکوت نکنم uh, خب یه نکته را اضافه کنم من نمیدم کسی رو تایید کنم اگر در مورد کسی صحبت میکنم تایید نمیکنم حرفایی که هستو میگم طرفو میگم حرفای زد و نقیزی که بر علیهش و به نفش گفته میشارم میگم ولی مسئله قضاوته مسئله که ماها میخوایم انسان باشیم مثلا انسان بودن دیگه یک انسان هر کسی رو قضاوت نمیکنه تا یه چیزی مطمئن نباشه نمیگه وجدانش همیشه در نظر میگیره عرض کردم ما انسانی داریم صحبت میکنیم موضوع رو باید برم بخوابن الان ما نباید جمهوری اسلامی باشیم ما از جمهور اسلامی به دروغ اصلا صحبت ها چه فرقی بین ما هست و جمهور اسلامی فرقمونه که جمهوری اسلامی برای مقاصدش برای اهدافش دروغ میگه ما نه ما برای انسانیت به دنیا اومدیم و میخوایم انسان باشیم ولی باید حواستون باشه که فریب نخوریم وقتی میخوایم یه حرفی بزنیم وقتی میخوایم در مورد کسی حرف بزنیم دقت کنیم که بعدا خودمون ناراحت نشیم حرفای سنگین بر علیه کسی که بر صورت این حوا در موردش نباید زد. عرض میکنم بلایی که به سر خودم هم اومده، هم داره میاد، هم خواهد اومد. جا داره که من حالا برای چند نفر دیگه یه مقدار صحبت کنم دوباره دارم میگم نه که بخوام تاییدشون کنم میخوام بگم اول مطمئن بشیم بعد حالا خودمون تصمیم بگیریم دیگه منیش و وقت واسه شما که تصمیم نگرفتم شما واسه منم تصمیم میگیرید خب اولین صحبتم مهمترین موضوع اینه که من قبلا هم عرض کردم آقا پشت سر مرده صحبت نکنیم پشت سر مرده بد نگیم اول که پشت سر خودمونم اصلا غیبت بده پشت سر مرده مخصوصا آقا مرده دستش به این دنیا نیست یه عزیزی از این دنیا رفته خونوادش داغ دارن ما به جای تسلا دادن به جای حالا اگه حتی طرف گناهکارم باشه مگه گناهکاری در حد خمینی باشه در حد قاسم سلیمانیش بله اون فرق داره یک گناهکار بین المللی یا ملی باشه که خون ریخته نابودی به بار آورده چند نسل رو نابود کرده آقا هیچ کدوم ما خدا نیستیم هیچ کدوم ما صد نیستیم من اصلا اومدم همینو بگم اصلا شما صد پیدا نمیکنید. هیچکس هیچ اصلا صدی وجود نداره ولی صد منفی هست آدمایی هستن که صد منفی هن. ولی آدم صد مثبت نمی بینید. هر آدمی ممکنه هزار تا ایراد هم داشته باشه ولی ما میتونیم گذشت کنیم به هممون تسلیت میگم به تمام ایرانیا به تمام فارسی زبون ها به تمام کسانی که به هنر علاقه مندن چه داخل چه خارج بابت از دست دادن یک هنرمند توی کشورمون به نام استاد شجریان ولی میخوام بگم من اصلا ناراحت نشدم که ایشون را دست دادیم چون که نمیخوام خودخواه باشم ایشون خیلی خدا دوستش داشت که بردش میدونم چند سالی بود که ایشون بیمار بودن تحت فشار جسمی بودند خونوادهشون ازش خیلی حمایت کردن مراقبت کردن هر خونواده این کار نمیکنه خونواده ایشون کردن ولی خب الان به نظر من راحت شدن به نظر من الان جاشون از اینجا خیلی بهتره اتفاقا من دیروز بود با یکی از عزیزانم داشتم صحبت میکردم گفتم از هیچ کس به اندازه پدر بزرگ خودم خوشبختر نیدم چه تا انقلاب شد فوت کرد پدر من تا انقلاب شد فوت کرد خدا خیلی دوستش داشت که این روزا رو ندید استاد شجریان خودشم گفته بود تفایی سال پیش که این دنیا زندگی نداره واقعا هم زندگی نداره آقا من که زندگی ببینی زندگی نمیگم من زندگی خوبه من زندگی خوبه ولی من انسانم وقتی میبینم تو ایران 80 میلیون رو آتیش نشستند خب زندگی ندارم مسئله اینه حالا هر کسی که رفت بدونید فعلا خوشحال باشه من رو دیگه دنیا قرابه دنیا رو کرونا برده اصلا نگاه کنید پس هر کیو رب بدون خدا دوستش داره اتفاقا هم دوباره همین دیشب بود فکر می‌کردم که اگه پدر من زنده بود چقدر باید عذاب میکشید خدا چقدر دوستش داشت که بردش و اصلا واسه هم واسه بگم من مادرم وقتی از دست یه قطره عشق هم نریختم واسه اینکه دیدم خدا نجاتش داد چون ارزشش بیشتر از این دنیا بود پس من خوشحالم برای استاد شجریان چون الان جاش خیلی بهتره درسته ما دستش دادیم ولی بدونید استاد شجریان جاش برای همیشه توی دنیا خواهد بود چون توی دل هاست جاش چون صداش همیشه هست مگه هایده صداش نیست مگه خانه اسم میگم من بعضی وقتا از بعضی اسم برم وگرنه بخوام بشمارم تو صبح با هنرمند بشمارم حالا میخوام اینو بگم پشت سر مرده حرف نزنیم من نمیخوام بگم استاد شجریان خدا بود همه چی تموم بود نه آقا اونم یه انسان بود ولی یه چند پله از من و شماها بالاتر بود من حد دقل از من حداقل از شماها نمیدونم از من از خودم میگم هنر بود یه چیزی جا گذاشت استاد بود تو یه چیزی اینا نمیتونیم بگیم نه بعضیا میگن که آقا همه رفتن خارج ایشون مون شد استاد آقا میخوام اینو بگم هر استادی به جای خودش من حالا یه نکته رو بگم من اصلا یه دونه آهنگ گوش ندادم بدونید من استاد شجریان بابت که عاشق صداش بودم دوست ندارم چون اصلا نمیشته اصلا آقا من هنرمند نیستم بنده هنرمند نیستم یه دونه آهنگیشون گوش ندادم مثلا میخوام ولی حالا میخوام بگم طرف میتونه داریوش دوست داشته باشه میتونه ابیوساتا رو دوست داشته باشه میتونه استاد شجریان هم دوست داشته باشه یعنی ما اصلا تو هنر بهتر و بدتر و بالا و پایین نداریم اگر انقلابم نشده بود استاد شجریان استاد شجریان بود اگر استاد هم میرفت خارج بازم استاد شجریان بود همینطور که بازم استاد داریم حالا آقا اول انقلاب فلان کرد اصلا ول کنید اصلا این که اصلا نمیدونم کرد نکرد اصلا اینا مهم نیست ولی حداقل ایشون یه هنرمند بود ولی هنرمندی بود که حداقل سال 88 نشون داد پشت مردمش پس خواهش میکنم تمنا میکنم ایشون یک انسان بود انسانی که هنرمند بود و باعث افتخار کشور ما بود از افتخاراتمون استفاده کنیم ترکیه من دارم زندگی میکنم شاعرای فارس رو میبنده به خودش شاعرای ایرانی دانشمندای ایرانی رو میبنده به خودش یعنی ترکیه افتخارات ما رو افتخارات خودش هم میدونه بعد ما افتخارات خودمون هفت در میاریم این چه حرفیه این چه کاریه فقط باید تعریف کنیم فقط باید خوبیشو بگیم چون افتخار بود برای کشور یک هنرمند بود اینو کسی نمیتونه بگه نه بله هنرمند بازم داریم زیادم داریم هر کدوم واسه خودشون یه هنرمند اصلا غیر قابل مقایسن با هم هر کدوم یک اوجی ان واسه خودشون هر کدوم یه اورستن واسه خودشون ایشون هم یه اورست بود واسه خودشون و ایشون دیگه در میان ما نیست پس اگر انسانیم جوری صحبت نکنیم که خونوادهشون برنجن پدرشون از دست دادن خونوادهشون از دست توی این کشور ایشون میلیون ها طرفدار داره به احترام اونا هم که شده از میکنم حالا نگید آقا خامنه ایم خامنه ای نه آقا هیچ خامنه آدم کشته فلاکت بار ورده سلیمانی بله خمینی بله آقا اصلا مقایسه نکنید ایشون هنرمند بوده این اواخرم معرکه عمل کرد اصلا نمیتون پشت مردمش ایستاد و و و و و اصلا لازم نیست من بگم امثال ایشون اصلا نیاز نداره که من بگم فقط میخوام برای خودمون انسانیت رو به خودمون فقط خوبی رو بگیم چون اصلا غیر خوبی ما ندیدیم ازش که بند خدا این از این حالا میخوام اینو بگم بهتون که همونطور که من توصیه میکنم برای امام حسینی که دوست دارید نرید بیرون عزاداری کنید همون در مورد استاد شجریان هم همین رو میخوام بگم استاد شجریان حقش اینه که کل ایران پاشه بره اونجا شلوغ کنه و گرم باشه اونجا که مشخص باشه واسه دنیا که استاد شجریان کی بود ولی الان تو این کرونا من میگم میتونیم بزنیم سال بعد بریم یا اینکه اگر میخواد برید خودتون از من عاقلتر و باشعورترید پروتکلهای بهداشتی رو رعایت کنید کرونا آزار میده کرونا بخش پزشکی ما رو بخش درمانی ما رو آزار میده خودمون رو آزار میده ما مملکت درستی نداریم آخوند داره حکومت میکنه و مراقب خودتون باشید من باشم نمیرم برای مراسمی که شاید وظیفه دارم برم چون کروناست و وگرنه استاد شجریان تو قلب همه هست حتی منی که یه آهنگشون هم بوش ندادم چون باسه افتخار بودن چون استاد آواز بودن آقا کسی نمیتونه نه. پس میخوام بگم خودتونم فکر کنید بله اونجا مطمئن اونجا خلوت باشه هیچی از استاد شجریان من مطمئنم که نمیشه هیچی هیچی تو این کرونا سال بعد آقا ده برابر بشیم منم من ان شاء الله اون موقع خمه اینا نیستن منم میام ولی مسئله کرونا رو جدی بگیرید یعنی کرونا فقط واسه اینا ای که مثلا ما نگیم آقا نرید واسه امام حسین ولی نه استاد شجری بوده من برام واسه امام حسین هم ما نباید میرفتیم الان وقت بیرون رفتن نیست الان وقت تو خونه نشستنه الان واسه شمال گشت و گذارم نباید بریم الان تا میتونیم باید بشینیم تو خونه مگه اینکه بخوام جمهور اسلامی رو براندازیم واسه جمهور اسلامی برانداختن بریم کرونا بگیریم بمیریم با جمهور اسلامی رو هم اون یه حرف دیگه است ولی اون باید همه برن دوباره نسیم میرن میگیرن به رگبار ولی برای اون مسئله میگم از من توصیه میکنم که مراقب کرونا باشید و این شرایط خب مسئله بعد دوباره یه مسئله دیگه که همین چند روزه یه خبر خوبی که این چند روزه حالا به همون رسید خانم نرگس محمدی آزاد شد خب ایشون چند سالی که چند سال خیلی زیادی هم بود دقیقا نمیدونم پس نمیتونم بگم توی زندان بودن خب از زندان آزاد شدن خدا رو شکر ان بقیه هم آزاد بشن و در جریان باشید ایشون بچه هاشون کوچیک بودن بچه هاشون توی فرانسه بودند. هزار تا هست من ایشون رو نمیشناسم اصلا نمیخوام ایشون رو تایید کنم نمیخوام بگم نه ایشون عجب زنیه و این حرفا که میزنن در موردش راست نیست ولی میخوام بگم اون کسایی که این حرفا در موردش میزنن یه ذره فکر بکنن چرا میگم چون این حرفا در مورد من هم زده شد پس من میدونم دردش چیه من میدونم عذابش چیه من میدونم دل سردیش چیه بله منم رفتم زندان مالم ما دست دادم اومدم گفتن که این اعدامش نکردن بیاد اینجا فلان کنه این همچین این همچون این همچون هم داستان ببخشید چرت و پرت مراقب باشیم مراقب باشیم از روی نفهمی دیگران رو قضاوت نکنیم اینکه نمیفهمم و میرم قضاوت میکنم چون در مورد من بعضی از روی نفهمی قضاوت میکنم مثلا طرف نمیفهمه یه قضیه یا میاد منو قضاوت میکنه یا از روی دهنبینی حرف یکی دیگر رو و میخوام بگم ببینید مخالفین جمهوری اسلامی دو دستند یه دسته بله به قول شما ممکن اصلا آدم جمهوری اسلامی باشن ولی اون یه دستم که آدم جمهوری اسلامی نیستن جمهوری اسلامی اونا رو به خودش شما اصلا یه دونه مخالف از جمهوری اسلامی نام ببر یا یک آدمی که به نام باشه بعد ببین جمهوری اسلامی اون وسط حضور داره یا نه امکان شما همین الان همین الان شروع کن به مخالفت با جمهوری اسلامی اگه نتونست دهنتو ببنده و مال خودت بکنه نهایتا پخش میکنه که تو آدم جمهور اسلامی هست اصلا دومی پیدا نمیکنی اگر یه نفر اینجا وجود داره جز مخالفین جمهور اسلامی که تا حالا کسی بهش نگفته تو جز جمهور اسلامی هستی بیاد به من بگه اصلا وجود نداره پس میخوام بگم دقت کنیم و بعد قضاوت کنیم آقا این چرا انقدر چاق اومده بیرون این چه نمیدونم چی بهش میگن کلمات بعضی وقتا میپره این چی میخوند یه نمیخوند اعتصابی بوده که این الان اینقدر چاق میاد آقا من قضاوت نکنیم من نمیدونم ولی قضاوت نکنیم ایشون بچه هاشو گذاشته و رفته تو زندان خیلی سنگینه این قضاوت اگر کسی بچه هاشو بذاره چندین سال بزرگ شدن بچه هاشو نبینه و بره تو زندان و این حرفا پشت سرش زده بشه آیا ما میتونیم بعد از اینا گذر کنیم آیا من اگر اینو فقط بگم بدونه که مطلع باشم اینه این که در مورد منم این چطور تو ترکیه داره بر علیه خامنه میزنه زنده است حتما موضوع جمهوری اسلامیه. آیا مطمئنی یا آدم عذاب کشیده رو آدم شکنجه دیده رو داری در موردش قضاوت اشتباه میکنی و تهمت بهش میزنی این سنگین برات تموم خواهد شد یه زن تو باید پناهش باشی نمیگم نیستا میگم میخوای بر علیهش حرف بزنی باید حتما بدونی حتما باید مطمئن باشی نه اینکه چون فلانی میگه یا چون ازش خوشم نمیاد یا چون بهش نمیرسم یا چون عقیدش با من نیست بعضی وقتا ما عقیده ها مثلا میخوام بگم بله من با هم من به زندانیا خیلی ارزش میدم چون من زندان بودم شرط زندان میدونم من هر کسی که تو زندانه واسه با ارزشه هر کسی مگر اینکه بیاد بیرون یه چیزی ازش ببیر. همینطور که قبلا هم بهتون گفتم کسانی هم که بیرون زندانن کسانی هم که با جمهوری اسلامی مخالفن من با صد درصدشون موافق نیستم خیلیشون از جمهوری اسلامی هم بدترن هزار بار گفتم خیلیشون هم آدم های خوبی هم. ولی من با صد درصد مواردشون موافق نیستم اصلا دونه دونه نوشتم که بیام بگم طرف خیلی کارایی میکنه که من دوست ندارم ولی من نمیچسبونمش به جمهوری اسلامی اصلا ممکنه آدم جمهوری اسلامی ولی من همچین جسارتی به خودم نمیدم قضاوت خیلی سخت اگه میخوای قضاوتت نکنن دیگران قضاوت نکن یا لاغر اگه میخوای دیگران قضاوتت کردن بعد آتیش نگیری تو لاقل یکی قضاوت نکن که بعد حق دیدی که خودت قضاوت کردی من کسی قضاوت نمی کنم اگرم قضاوت کنم من جمله رو قضاوت میکنم عملش رو قضاوت میکنم حرفش رو قضاوت یه حرفی اومده جلو که جمهور اسلامی میخواد مثلا یک خانوم رو بذاره رئیس جمهور اینو منم پروندم توی حرفام و حالا اینو مثلا اووردن بیرون که اینو بذاره خب آقا هر وقت این اومد شد رئیس جمهور بعد حالا بریم صحبت کنیم هر وقت اومد این پشت خامنه ای رو گرفت بعد بریم در مورد صحبت کنیم این که آقا ایشون چرا قد چاخ شده اومده بیرون آقا به من و تو چه زن مردم میدونید چند سال تو زندان بوده بعدم بدونید فقط من از زندان اومدم لاغر بودم من کسی سرغ ندارم من زندان اومده باشه لاغر فقط من همه چاخ شده بودم همه چاخ بودن تو زندان چون زندان میگیری میشی تکون نمیخوری و بعد اتفاقا وسط این مسائلی که من من خیلی راحت تر زندان متاسفانه نمیدونم تحمل میکنن چرا میگم متاسفانه چون زندان جای زنها نیست جای زن هیچ کسی نیست جت اطلاع میگم چون از بهایان خیلی زندان بودم من میدونم زناشون خیلی روحیه خوبی داشتن میمدن بیرون و همچنین بقیه زنها رو وقتی میبینم زندان زنها راحتتر تحملش میکنن تو مردا حالا آقا بعضی سوالات جوابی داره که پیش اونه جوابش این نیست که من بهتان بزنم دوباره میخوام بگم بله اصلا شاید جمهور اسلامی با ایشون قرارداد بسته و دادتش بیرون و گذاشته که بیاد همه ما رو فریب بده اصلا نمیگم نه ولی میگم اگه میخوام همچی حرفی بزنیم مطمئن باشیم سند و مدرک نه چون فلانی گفته نه چون فلانی گفته نه چون فلان جا شنیدم, نه چون میبینم چاقه قضاوت نکنیم یک زن سختی کشیده است بچهشو گذاشته رفته اون تو خیلی سخته بعد بیای ببین بچه هاش چی میکشن ببین زنش شوهرش چی میکشه قضاوت نکنیم دیگری این نفسی اینو گذاشتن به چمور بعدی ببینید دوباره میخوام بگم من نمیدم طرف داره نسیم من اومدم دردی که خودم بهش مبتلاشم خدای نکرده دیگری بهش مبتلا نشه اونا فعلا صدا ندارن من اندکی صدا دارم اونجا که صدا دارم تلاش میکنم صدای کسانی باشم که الان داره به سمتشون رگبار میره نمیگم نفرستید اگه مطمئنید بفرستید نسرین ستوده آقا هر وقت اومد با من رئیس جمهور خامنه هم اونجا باشه بعد حمله کنیم من میگم نسرین ستوده تو زندان بود که من تو زندان بودم الان دوباره تو زندانه بچه‌شو گذاشته شوهرشو گذاشته رفته نشسته تو زندان حالا هی نسرین سدوده فلان نسرین سدوده فلان آخه فعلا که تو زندانه هر وقت اومد بیرون گفت درود بر خامنه اون وقت بگیم خب پس حالا هر وقت نسرین سدوده اومد چون رئیس جمهور خامنه ای نگار داشت اصلا ببینید بنده خدا میاد بیرون دیگه نفس داره به رئیس جمهور اصلا ببین از رئیس جمهور میشه اصلا جمهور حساب بله اگه نسرین سدوده اومد و گفت که من میخوام رئیس جمهورم خامنه باشه خودم اول از همه جلوش میستم ولی آقا هنوز که اتفاقی نیاد بنده خدا تو زندانه واسه چقدر داستان واسش درست میکنید دوباره میگم من تاییدش نمیکنم ولی الان که ما چیزی ازش ندیدیم صرفا واسه اینکه تو اینا ممکنه داستان جمهوری اسلامی باشه میدونید بعد میدونید چقدر زشته که آدم یه کاری بکنه حداقل ظاهرش رو دارم میگم خیلی اینها به خاطر من و شما تو زندانند یه نمونه به حداقل به ظاهر حداقل نسیم ستوده به خاطر من و شما چون وکیلتون جست بله داستان هم بعد خیلی داریم مثال میزنم آقای عبدال... عبدال... آقای سلطانی حالا اسمشون اشتباه نکن آقای سلطانی هم تو زندان بودند من صدایشون هم تو زندان شنیدم این که میگم خانم نسلی ستوده با من همزمان بودن چون من یادمه بهداری که میرفتم دکتر بعد میگفت مثلا فلان روز خانم نسل ستوده اومده بود اینجا دوست بودیم با دکتر میخوام همینو بگم من خب با بعضی با هم تو زندان بودیم من کسی که تو زندانه رو باسش عرج میذارم حالا بله ممکنه کسی که تو زندانه بعد میشه جاسوس ولی آقا یه نکتر بگم اون چیز که من میدونم کسی که تو زندانه دیگه هشت سال نمیمونه بعد بیاد بشه جاسوس دیگه دو سه سال نمیمونه بیاد بشه جاسوس دیگه کل رو نمیده بیاد بشه جاسوس از همون اول خودشو میفروشه میاد میشه جاسوس حالا یا بله اصلا نمیدونم شاید من نمیدونم ده سال میمونه بعد میشه جاسوس ولی آقا هر وقت یه چیزی دیدی در جهت جمهوری اسلامی حرکت میکنه بعد بگی خب حالا این جاسوس هنوز که اتفاق نیفتاده چرا بهتان میزنیم این باید مسئله باید روشنش آقا من تو مطمئن نباشم نباید حرفی بزنم من نه تماس من حرف نمیزنم طرف نسل ستو رو بگیرم اصلا ولی میخوام بگم وقتی چیزی مطمئن نیستین اصلا در موردش صحبت نکنیم من ایشونو نمیگم نه میشناسم نه رابطه داشتم نه رفت آمد داشتیم نه اصلا یک کلمه با هم حرف زدن از همو دیدیم نصفه کنم من ایشون منو بشناسه ولی میخوام بگم من حق ندارم به امرش حرف بزنم چون که تو ذهنمه که نسل ستو رو دارن اونجا گندش میکنم بعد به بکنم رئیس جمهور هر وقت کردن رئیس جمهور وقت بهش حمله میکنیم بعدم حمله میکنیم اگه رئیس جمهوری کردیم که خامنه ای سر جاش بود یا آخوند هم تو مملکت بود این نه بله بله ما یه خط قرمز داریم این مملکت باید شخم بخوره آخوند باید کلا از ایران بره کلا آخوند اگه شرف داره دیگه لباس نبا تنش باشه چرا چون به نام آخوند دارن کشور رو به باد میدن و دادن پس آخوند با شرف امامش رو هم داره میزنه زمین به اعتراض به این مسئله قبلا هم خدمتتون عرض کردم اگر ظلمی از سمت کردی بود کردا باید خفش کنن اگر از سمت ترکا بود ترکا باید خفش کنن از هر کسی بود خودشون باید خفش کنن تو سپاه اگر خرابکاری بود سپاهی ها باید خفش کنن وگر اگر مردم خفه کنن تر و خشک با هم میسوزه اگر این آخوندا این آخوندای فاسد رو خفه نکنن روزی مردم کل آخوندا رو خفه خواهند کرد من هزار بار گفتم مگر اینکه بزنن زمین امامشونو قبل از اینکه مردم از سرشون بردارن ولی مردم بد میدارن نه سرشون رو ببرن دیگه بی اعتبار میشن دیگه بی آبرو میشن دیگه میشن آشغال اگه آشغال نیستی امامه رو سرت نظر حالا اگه نسل ستوده اومد یا همین خانومی که اومده هی میگی چاق شده چاق شده اومد گفت آقا آخون باشه من فلان این حالا بهش بگو مزدور حالا هرچی دلت میخواد بگو منم پشت تام محکم ولی آقا واسه یه داستان واسه خود زن مردم داستان درست نکنید تو زندان بوده رفتو تو زندان یه هفته بمونی یه ما بمونی رفتی 29 بمونی چه داشتی بزرگ شدن شو نیده باشی به خاطر مردمت که اگه بخوای رو بفروشی بتونی بیای بیرون پس قضاوت نکنید هر وقت فروخت بعد قضاوت کنید هزار بارم گفتم با جمله طرف کار داشته باشی گلشنی جاسوس گلشنی وطن خب باشه آقا جاس چی کار کرده کدوم اطلاعاتو ج... اصلا کدوم اطلاعاتو داشته که جابجا جا کنه وطن فروخت چی رو فروخته کجا رو فروخته میشه بگید فوشو خب چی خب بگو چی یه چیزی بگو فلان جمله رو گفتی جمله بدی بود یا فلان عمل کردی عمل بدی بود اونم هم هممون هم انسانیم بازم دوباره بگم گلشنی هم خدا نیست هیچ کسی دیگه خدا نیست همین نسرین و ستوده همه کسایی که مبارزه میکنن اینا هم نکات خوب دارن اشتباه میکنند ممکنه یه نکاتشون با من مخالف باشه اینکه یه چیزی رو من خوشم نمیاد دلیل نداره طرف مزدوره و اینکه طرف مزدور نباشه دلیل نداره آدم خوبی باشه خیلی ها هستن برخلاف جمهوری اسلامی از جمهوری اسلامی هم بدتر اینم هست هر کی با جمهوری اسلامی دشمنه که خوب نیست اینا هم بدونی یا هر کی به جمهوری اسلامی که با جمهوری نیست یا هر کی چسبه ببینید اصلا هیچ چیزی روشن نیست برای وقتی نمیدونی حرف نزن وقتی نمیدونی پروبال نده برای خودت میگم چون تو یه انسانی و بعد آتیش میگیره از آتیشی که تو خرمن مردم بنداختی عذاب میکشی وقتی یه نفر زدش کشیده عذاب کشیده واسه مردمش و بعد دیگران در موردش حرف میزنن اگه انسان باشن بعدا اگه بفهمن خیلی عذاب من چطوری در مورد اینم جرفوی زدم طرف نمیتونه هست یه انسان نمیتونه هست کنه که یه انسان دیگر ما اخون نیستیم مثلا همینه ما بیشرف نیستیم ما خود فروخته نیستیم ما به خاطر منفعتمون حرکت نمی کنیم. ما به خاطر انسانیت که اینجا دور هم جمع شدیم پس مراقب باشید اگه میخوایم حرفی بزنیم اگه چیزی از طرف دیدیم تا هم یه چیزی دیدیم نبندیم به جمهور اسلامی به همین سرعت من دوباره دارم میگم مثلا یه نفر اگه شما سراغ دارید بر علیه جمهوری اسلامی الان به معرفی کنید فلانی بر علیه جمهوری اصلا هر کی برای علیه جمهوری میگن چسبیده به جمهوری یه نفر شما پیدا کن و دوباره تکرار میکنم اگه یکی رو پیدا کردی که به جمهوری اسلامی حتما نچسبیده اصلا فکر نکن آدم خوبیه ممکنه اونم آدم بدی باشه ممکنه هم خوب باشه پس اینکه تو با جمهوری اسلامی هستی یا نیستی میگن خیلی بله یکی عملا میگه من با جمهوری اسلامی اصلا کاملا مشخصه یکی که داره طرف و آخونده میگیره جمهوری تموم شد ب... ایران بعدی نه آخون باید توش باشه نه دین هر کی دینش تو قلبشه دین واسه کاسبی نیست بعضیا با دین کاسبی میکنن اگه با دین کاسبی میکنی هری هر اینجا جاد نیست یه اون با اسلام کاسبی کردن تو ایران من دیگه نمیخوام مسلمونی تو دلت بهایسی تو دلت مسیحیتی تو دلت گذشت که با دین کاسبی کنی اگه میخوایم زندگی کنی دینه تو دلت اصلا کی به کی کار داره به تو چه اصلا؟ انسانیت مهمه کی انسان تره کی باسوادتره کی تواناتره نه کی بهتر چاپلوسی میکنه آخون باید بره دین باید ریشه کنشه از اقتصاد کشور از نمیدونی که هرکی اینجاش مثلا مهر داره میتونه فلانجا استخدام شه خیر دین باید از تو اقتصاد بیاد بیرون باید بره تو وجدان تو نهاد من و تو نتیجه شو ببینیم نه ظاهرشو که بابت, بابت, پول ساختنه اگه دیدی کسی داره از دین پول در میاره تا منو نگاه کنی آدمم هم تاجرم هم آدم مثلا دین داریم ولی این دو تا ربطی به هم نداره من با دینم کاسبی نمی کنم که دینم ضربه خوردم اگه دینی دادی با دینت کاسبی میکنی بدون تو کاسب دینی اگه دینتو از دست دادی دیدی که وضع مالی داره به هم میریزه بدون تو کاسب دینی از این دینه داری پول در میاری آخوند مسلمان نباش ببینم دوزار در میاری تو واسه پول داری اسلامو تو سر همه خورد میکنی که خورد کردی آخون اسلام رو خورد کرد این است حالا اینو میگفتم بله من این مسئله رو میدونم نسین ستوده نسین ستوده نسین ستودی ولی مگه فقط نسین ستوده رو داریم آتنا دائمی رو ما نداریم چرا وقت تو زندانه بازم داریم حالا من میگم من بعضی ها رو اسم برم چرا اسم اونا رو نمیبرم چرا یه نفر اسم بقیه رو نمیبره من به این هم نمیخوام ذکر کنم چرا چون من خودم هم این مسئله رو داشتم من مدیر مسخال بودم مدیر مسخالی که تمام رسانه های خارجی مسخال رو میشناختن روزی سه بار قیمت مسخال رو میزدن مدیر مسخال رفت زندان یک دونه رسانه شما پیدا نکردید که بزنه گلشنی رفت زندان تعطیل خاموش گلشنی پا شکست یه نفر نگفت که فرخواست اعدام یکیشون نگفت دیدید گلشنی اومد بیرون هیچکی نگفت گلشنی اومد خارج کی نگفت تنها چیزی که گفتم بهش حمله کردن ولی با این حال شک نمی کنم که چرا اسم نسج و ستوده اینقدر هست اسم آتداد و آیمی اصلا نیست نمیدونم اینو من مبنا قرار نمیدم با اینکه این بلا سر خودم هم اومد که رسانه های خارجی فقط کوبی دانم هیچ کدومشون تاییدم اصلا دو تاییدشون نمیگردم ولی بله این مسئله یکی میتونه ولی اینا میتونه ساختگی باشه واسه خراب کردن یه نفر اینو بدونید من تا از یک نفر یه چیز بدی نبینم تا از خط قرمز رد نشه بهش حمله نمی کنم. از خط قرمز که رد بشه و خط قرمز ما هم انسانیته اینکه آخوند بقیه رو تحمیق میکنه و ما اینو نمیخوایم نفر بعدی که میخوام در صحبت کنم مسیح علی نجات من با مسئله مسیح علی نجات نمیخوام بگم موافقم خیلی هزار یک ایراد بهش میگیرم ولی داره مقاومت میکنه مسیح علی نجات عکس رو تو مجلس مسیح علی نجات با فلانی بوده فیلمش رو نشون میدن پنج سه سال پیش مسیح علی نجات اومده گفته اصلاحات بابا پشیمون شده غلط کرد دیگه صد بار الان خودش داره میگه خامنه نباشه اگر می من باشه من دوباره میگفتم نداره داره بی خود میگه همین الان هم با ما مسیح علی نجات خیلی مشکل دارم با صحبتاش ولی راهشو میبینم حالا ببینید دوباره ممکن آقا از نظر من یه چیزی با اون متفاوت باشه ولی من چون مسیح علی نجات یه عکس داره با خاتمی نمیتونم سرشو ببرم نمیگم بیاد الان بره شا بشه ولی میخوام همینو بگم آقا شما راه برگشت به کسی نمیدید کسی که کلا تا حالا تو زندگیش به جمهور اسلامی نچسبیده یکی از اون آدم منم که من هیچ سابقه ای با جمهور اسلامی ندارم من مزدور خب اونی هم که قبلا سابقه داره با جمهور اسلامی مزدور خب همش همه اینا رو بیا مسیح علی نجات میگن مزدور اون آقای چیس کیه بند خدا که اونم زندانه نوریزاد آقای نوریزاد مزدور من دوباره طرف مسیح علی نجات نمیگیرم طرف آقای نوریزادم نمیخوام بگیرم ولی آقای نوریزاد میخوام اینو خدمتتون عرض کنم آقا فعلا که منظور نمیکن این که قبلا میگن تو سپاه بوده خودشان که بنده خدا گفت من تو سپاه نبودم حالا اصلا تو سپاه بوده آقا یکی الان تو سپاه بوده نمیتونه از سپاه بیاد بیرون بیاد طرف مردم راشا میبندیم چون یکی تو سپاه بوده باید ببینیم نوریزاد چی میگه با ببینیم مسیح علی نجات،, نجات چی میگه درسته یه زمانی طرفدار اصلاحات بوده اشتباه کرده آقا نمیتونیم اشتباه کنیم من نمیتونم اشتباه کنم تو نمیتونی اشتباه کنی کدومتون تا تو رفیق فقط فکر کنم من رای ندادم من شناسم هم سفید و سفید ولی خیلیاتون تو رای دادید خیلیاتون تا یه موقعی طرفدار همین آخونده بودید الان نیستید پس این نمیشه طرف را محکوم کرد چون دوباره میگم من از اینا طرفداری نمی کنم من نه از نوریزا طرفداری میکنم نه از مسیح علی نژاد. ولی میخوام بگم اینکه من نو بخونم بابت اینکه قبلا مثلا رابطه داشتی اصلا قبلا انقلابی بوده اصلا قبلا رفته انقلاب کرده همین فرض کن همتی فردا اگه بر علیه جمهوری اسلامی بلند شد ما باید بیاریم تو تیم خودمون آقا دنبال نفرات باشید نه اینکه ببینن بترس باور کنید ممکن اینا داستانای جمهوری اسلامی باشه جمهوری اسلامی یه کاری میکنه که پاسداره بترسه بیاد این طرف میگه بیا اگه بیام برم بر علیه جمهوری اسلامی فعالیت کنم مثال میزنم و فردا میشم نوریزاد بیا نورزاده ببین یه سره میگن آدم این همه زندان بوده این همه عذاب کشیده میگن فیلمه نمیگن فیلم نیست ممکنه فیلم باشه ولی فکر کن بعد بیان کن همینطوری نیا بیان کن که فیلمه اگر فیلم نبود چی اگر این سختی ها رو برای تو کشیده باشه چی حرفشو ببین اگه پشت آخونده گرفت آره ولش حولش بده بره ولی اگه حتی آقا میخوام مثلا اگه بزار به تظاهر تو تیم ما باشه ولی بزا این طرف شلوغتر باشه ولی کنترلشون میکنیم ما چارچوب داریم خط قرمز داریم و بعد یه نکته رو بگم به جای اینکه بیایم به مردم بگیم این بده اون بده بد و خوبه به مردم بگیم اینو دارم به رسانه ها میگم من هیچ وقت نمیگم فلانی بده فلانی مزدوره من میام ها رو تهیه میکنم به مردم میگم هر کی که پول بده دولت مزدور هر کی گفت تو تو بورس مزدوره هر کی تو بذار تو بانک مزدوره هر کی گفت بده دست آخون مزدوره اینجا کار رو روشن میکنم حالا دیگه خودشون عقل دارن میرن میفهمن راه رو روشن کن طرف و تهمت بهش نزن و اجازه بدیم که از اونا بیان به این سمت آقا فرض کن پاستا رو نصفشون پاشیمون شدن الان میخوام بگن نمیخوام میخوام بیام قاطی مردم نمیخوام اینقدر اصلا میخوام برم زندان ولی مردم ها نکشم ولی نگاه میکنم مردم هم تحویلش نمیگیرن فردا که طرف آخون نباشه میاد بلای به سرشون میریم همشون برگرده من طرف آخون یکی میگه مسئله اینجا پول میگیره آقا بذار پول بگیره بر علیه آخون کار کنه بهتره که پول بگیره بر علیه منو تو کار کنه که مگه نه برف اصلا شاید پول نمیگیره من نمیدونم ولی تو پول بگیره اینقدر نپرونیم این طرف دو نفر هم که دارند فعالیت میکنند حالا حتی اگه تظاهر به فعالیت میکنن کدومش بهتره هیچ کدوم از اینا قرار نیست بشه اینو بدون هیچ کدوم اینا قرار نیست بشه اصلا وای به حال اون کسی که میخواد بیاد این مملکت رو جمع کنه یعنی احمق ترین فردم این مملکت حاضر نیست بگیره عذر میخوام با این منابع با این مردم مردمی که جمهوری اسلامی تربیت کرده چطوری میخواد اینا رو جمع کنه من که مو به تنم راست یعنی به من گفتن تو بیا پلیس وسط خیابون من نمیشم من تو این من... همین کاری که دارم باز هفت پشتم بستم هیچ کاری دیگه نمیخوام تو این مملکت نمیشه این مردم رو کنترل کنی این فک مردم رو نمیشه کنترل کنی نیاز مردم به گرون شدن جنس رو نمیشه کنترل کنی این مردم رو آخون تربیت کرده این مردم تربیت میخوان آقا اگه یه چیزی بلدی تربیت کن هر چی که بلدی تربیت کن دور و تربیت کن هزار بارم گفتم آخون یه روزی میره این ما این که یه ما شدن بی تربیت که آخون تربیت کرده موندیم رو سر هم هم دیگه, هم دیگه داریم میخوریم هر از هر که خوشم نمیاد میشستمش با آخون اثر که خوشم نمیاد با یکی نمیتونم رقابت کنم این آخون یکی اصلا خوش بی تربیت میگم آخون آقا ول کن هر آدم بدی که با آخون نشست میده که آخون درست خوش خیلی مزخرفه آدمای بدی دیگه هم وجود دارن آدمی که با تو مخالفه که با آخوند نشست میده که آدمای دیگه که میخوام نام ببرم آقا خزمی اونم زندان بوده ولی اون یه ذره رسمی از خون تحر... انگار نمیدونم به هر صورت میخوام بلی ببین من طرف طرف رو نمیگیرم میبینی چرا چون عملا چسبیده به همین نظام پس تفاوت داره آدمی که رفته زندان با آدمی که رفته زندان مثلا آقای تبرزدی ایشون زندان رفته پشتارش هزار هفت حدیث آقا تو پا... پاسدار بوده فلان بوده پاسدار بوده شاید الان نیست ما ببینیم الان چی میگه اگه الان گفت ایران با تیکه تیکش آدم بدیه من هیچ کدوم اینا رو پای حرفشون نمیشینم آدم هایی که میدونم برالهشون حرف هست و هر کدوم مثال میزنم از یه دسته آقای تبرزدی خودش آ... آدمای های امثال آقای تبرزدی زیاد هستن نه ایشون فقط اسم برد. اگه چیزی میدونی اگه نمیدونی نبند بهش بابا زندان بوده من میدونم زندان بوده سختی کشیده داره مبارزه میکنه حالا نمیدونم اگه داره میگه ایران تیکه کنیم آره آدم خوبی نیست اگه میگه خامنه ای باشه بله آدم خوبی نیست ولی یه نکته دیگه هم در نظر بگیرید کسایی که تو ایرانند همشون نمیتونن مثل من رسما بگن خامنه نباشه کسی که خارج از ایرانه اگه طرف خامنه ای و گرفت دیگه نابوده اون اصلا داریم خارج از کشور داریم آدمی که اول طرف شاه رو میگرفت الان طرف خامنه ای داره میگیره ببین موضوع رو میشه زمان بهش بدی موضوع زمان بهش بدید رو میشه پس میخوام همین رو بگم نگاه کنید خط قرمزها رو بکشید و تهمت نزنید تهمت خیلی بده قضاوت نکنیم خیلی بده یه دوتا نکته کوچیک دیگه هست بگم خدمتتون رو برم مثلا این عزیزانی که تو زندان بودن من یادمه همین سری قبلی و قبلتر انتخابات رفتن رأی دادن منم مخالف بودم ولی نگفتم تو مزدور جمهوری اسلامی هستی اشتباه کرد فکر میکرد خوب میشه فکر کرد به رای بده ولی اینکه الان دیگه به رای بده ببخشید من یه پالو میذارم بوش من دیگه الان کسی به رای بده صاف یه پالون میاد بیاد یه پالون بشه دیگه میدم الان دیگه کسی رای بده تمامه همون سریا من گذشت کردم پالوناتون رو نمیفرستم الان دیگه کسی نمیره رای بده هیچ جا فقط پالون میخواد دیگه من اه نشو گفتم و نمیگم بیشرفی نمیگم آدم فروشی نمیگم پشت آخونده گرفتی خر حسابت میکنم که با باشه کسی که میخواد بر رای بده تو این شرایط جمهوری اسلامی که چهار نفر رو یه موشه احمق بیشعور آدم خور به نام خامنه ای بذاره به یکی از مزدوران من رای بده و نمیخوام آقا با کل نه میخوام هر وقت آخون رفت از این کشور یا آخون جرئت نکرد لباس بپوشه اون وقت پامیشیم میایم رای میدی و مسئله بعدی یکی از بچه ها ازم پرسید گفت که نظرتون در مورد اینا که عکس استاد الان میذارن چیه گفتم فقط خواهش میکنم التماس میکنم تمنا میکنم اگه عکس استاد میذارید پروفایلتون بد نرید فوش بدید بد نرید بی رو میکنید به چون عنوان اگه عکس استاد گذاشتی توی گروهی توی کانالی یه نفری اومد یه حرف بی ربطی نسبت به استاد زد توش باید در شعن استاد صحبت کنی اینکه تو حمله کنی به اون و فوش رکیک بدی به طرف طرف تازه از استاد زده میشه پس کسی که عکس استاد میذاره پروفایلش خیلی باید حرمت نگه داره شب همتون بخیر تهمت نزنیم قضاوت نکنیم اینها برنامه های جمهور اصلا از اینا که خوندن ممکنه نصفشون عامل جمهور اسلامی باشن ممکن اصلا همهشون باشن ولی ممکنه یکیشون نباشه ممکنه یکیشون نباشه ممکنه هیچ کدوم نباشن پس مراقب باشید که جمهوری اسلامی خیلی راحت بدون این کار میکنه هر کسی که مخالفشه خودش تو جامعه چون میندازه این آدم منه یا آدمای دیگهش تو این کسایی که مخ... مثلا به ظاهر مخالفن اعلام میکنه اف فلانی به فلان دلیل و فل این دلایل میتونه خودش درست بکنه من میگم اینا پشت من بوده و هست چون خودم این دردو دارم الان که یه تریبون کوچولو دارم گفتم بالاخره نمیگم از تمامشون از اون کدوم که بی گناه دفاع کنم قضاوت نکنیم تهمت نزنیم مراقب خود